بسم الله الرحمن الرحیم. دیدنت آرزوی ما، وصل تو گفتگوی ما، تو را به جان فاطمه نظر نما به سوی ما، نظر نما به سوی ما. Thank you.
Thank you.
Thank you.
یه فردی از در این مؤسسه میاد تو، به همه چیز انتقاد میکنه، به ستون انتقاد میکنه، به برق ها انتقاد میکنه، به آب انتقاد میکنه، به نحوه پذیرایی انتقاد میکنه، به نحوه تدریس انتقاد میکنه، عرض به خدمتتون که به نحوه رفت آمد افراد انتقاد میکنه، به بوی داخل مؤسسه انتقاد میکنه، به نمیدونم پنکه ها روشنن انتقاد میکنه، به صدا انتقاد میکنه، به همه چی انتقاد میکنه، بی مورد و بی جا. این یکی از نشانه های افراد عقده است. زیاد انتقاد کردن هم در همین راستا شما یادداشت خواهید داشت. درویی و نفاق، یعنی افرادی که به هیچ عنوان پای حرف خودشون نیستن، یا حرفی رو میزنه اما پای حرفش نمی ایسته، این هم نشانه افرادی است که دارای عقده های حقارت هستند، یا یه عقده یا دو عقده یا پنج عقده یا ده عقده. بعدی شماره چند میشه؟ 5. افرادی که به نحوی مایلن جلب توجه دیگران رو بکنن، یعنی همش دیگران اینها رو ببینن، همه چیز رو بذارن کنار فقط او رو ببینن. شما یه وقت فروشنده شدی در یه مغازه، داری مثلا با یکی دو نفر جنس میفروشی، جنس میخری ازشون، تعامل برقرار میکنی، یکی میاد همش همچی میکنه، آقا این میدان ولیعصر کجاست؟ شما هیچی نمیگی، آقا میدان ولیعصر کجاست؟ آقا به شما میگم میدان ولیعصر کجاست؟ آقا چرا جواب من نمیدی؟ اوهوی میدان ولیعصر کجاست؟ این نشون دهنده اینه که این طرف دوست داره شما همه افرادی که پیشتر آمدن رو رها کنی، فقط توجهت به اون فرد باشه. این مشکل روحی روانی داره. اگه مشکل روحی روانی نداشت میگفت همه اینا که پیشتر از من آمدن ایستادن، منم باید وایسم، صحبتشون تموم بشه، بعد بگم اجازه میفرمایید، سلام عرض میکنم، خسته نباشین، میتونین به من راهنمایی کنین؟ وگرنه این فرد تون تون که داره میگه، خب مشکل روحی روانی داره. این جلب توجه شما مصادیقشو میتونید بگید برای من برای شما عرض میکنم، عروسی هایی که در سطح شهر خودمون و شهرستانهای ایران برپا میشه رو شما ببینید، یه جوانی با یه خانومی، آقایی با یه خانومی دارن عروسی میکنن، این دوتا میخوان برن خونه بخت به قول معروف، من و شما رو سننن، من و شما رو چیکار؟ حالا بنده ترکی هم بلد نیستم، حالا همین ما شنیدیم اصطلاحی که به کار میاد، میگه من و تو رو سننه، یعنی نمیدونم، یعنی اینکه من تو رو چیکاره ایم این وسط. خلاصه اون اومده، ببین وقتی من عقده حقارت داشته باشم، مشکل روحی روانی داشته باشم، آمدم میام توی این عروسی، اول شروع میکنم رو میز میزنم، میرم کسی توجه نمیکنه، میرم خدای نکرده تو عروسی باشه مشروب استعمال بکنم، مست میکنم، از عروسی میزنم بیرون، میبینم کسی باز توجه نمیکنه، یک چاقو میکشم، عربده ای میکشم، مبارز میطلبم، فحشی به یکی میدم که او هم به من بپره، ما به هم که میپریم مردم ما رو نگاه کنن، این میشه جلب توجه. من مشکل روحی روانی دارم، میام وسط خیابون، میدونم محل رفت آمده، خیابون رو میبندم، میام بیرون، دوستانم هم وادار میکنم از ماشین بیام بیرون، ده بزن ده بکوب، هر کی میخواد بره مریض داره، گور بابای اینها، مردم الان منو نگاه بکنن، مشکل روحی من حل بشود. من نیاز به این قضیه الان دارم، وسط خیابون میزنه، میرقصه، فلان میکنه، بهمان میکنه اینا، که مردم نگاه کنن. شما خیال میکنین بچه هایی که تک چرخ میزنن این خطر بسیار بزرگ به جون خودشون میخرن، شما خیال میکنین علتش چیه؟ مشکل روحیه، مشکل روانی است، این باید به طبیب رجوع بکنه، این دوست داره همه نگاش بکنه. ویراج با ماشین میده از این لاین به لاین دو، به لاین سه، بلافاصله به لاین یک، بعدش هم بلافاصله به بهشت زهرا، مشکل روحی روانی است. خب این که آدم سالم که این کار انجام نمیده، دوست داره همه نگاش بکنه. حالا من این مشکل داشته باشم، من باید رفت بکنم، شما داشته باشی، شما باید رفت بکنید، تا کی میخوایم بذاریم بمونه اینجور باشه؟ اینا همه اون مطلبیه که عرض کردیم، یعنی جلب توجه دیگران. نشر دادن عیب‌های دیگران، عیوب دیگران رو بگیم، به نظرم هفتم بشه. تکبر ورزیدن، یعنی هیچ کسو من قبول ندارم، هیچ کسو، فقط دوست دارم حرف خودم به کرسی بنشینه. اگه من 5 درجه میارزم، دوست دارم مردم 50 درجه به من احترام بگذارن.
حالا دقت کنید، ارتباط اینو با مسئله حجاب هم عرض میکنیم، چون خیلی مهمه، باید این زمینه چینی میشد تا بریم سراغ مسئله حجاب. تا اینجا خواهش میکنم بحث رو داشته باشید، در جلسه آتی انشالله به ادامه این بحث خواهیم پرداخت و ارتباطش رو با مسئله حجاب من خدمتتون عرض خواهم کرد و اون سوال مقدر رو هم پاسخ خواهیم داد که چرا در دانشگاه ها عده‌ای با حجاب های ما میگن آدمای امول و عقب افتاده ای هستید شماها، چرا این حرف رو میزنن، این حرف از کجا نشأت میگیره. اینو میخوایم از نظر روانشناسی مورد بررسی قرار بدیم و ریشهش رو پیدا بکنیم ان شاء الله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة.